دانست. این شاعر و نویسنده ی آزاده به گفته ی همسر گرامیش خانم فرشته کریمی تا آخرین لحظات یار و همراه مجاهدان اشرفی و کانونهای شورشی و اشرف نشانها بود و بر این تعهد و مسئولیت میهنی تأکید میکرد. به همین خاطر رژیم ضد انسانی آخوندها و مزدوران و حامیانش از او و جنگاوری و شجاعتش در پیکار سیاسی کینه عمیقی به دل داشتند. رحمان کریمی متولد 9 خرداد 1316 در شیراز بود و پس از تحصیلات ابتدایی و متوسطه موفق به اخذ لیسانس ادبیات از دانشگاه شیراز شد. از نوجوانی در کنار پدرش که کارمند پستخانه بود قدم در میدان سیاست گذاشت و 13 ساله بود که همراه با پدر در ارتباط با حزب توده فعالیت می کرد. اما در 16 سالگی بعد از کودتای ارتجای استعماری 28 مرداد 1332 علیه دکتر مصدق و بیعملی حزب توده از این حزب کنار گرفت. از آن پس در حالی که دبیر دبیرستانهای شیراز بود به دفاع از مصدق و مخالفت با رژیم شاه می پرداخت و به همین دلیل با فشارها و محدودیت‌های دیکتاتوری حاکم مواجه بود. رحمان کریمی که در حاکمیت آخوندها با فشارها و محدودیت‌های مضاعف روبرو شد، راه تبعید را در پیش گرفت و از هنگامی با مجاهدین همراه شد، به دفاع از مقاومت برخاست و با قلم و کلام نافذش که از اندوخته‌ای سرشار از تجربه سیاسی و مبارزاتی مایم گرفت، حملات عوامل رژیم و وزارت اطلاعات و سپاه جنایتکار خامنه‌ای علیه جنبش مقاومت را افشا کرد. درباره پیشینه 70 ساله تجربه سیاسی رحمان کریمی، خود او در گفتگویی که شهریور ماه گذشته با سیمای آزادی داشت، با فروتنی و اختصار چنین میگوید: شهریور ماه 1320 رضا خان به تبعید رفته بود و حزب توده تشکیل شد. رسول پرویزی نویسنده شلوارهای وصله‌دار که تا مقام نخست وزیری معاون نخست وزیری علم هم رفت و بعد سناتور شد، در آن موقع دبیر دبیرستانهای آبادان بود، شیراز بود و عضو کمیته ایالتی حزب توده. تا نگو پرویزی پدرم را توده‌ای کرده. بگذاریم، من افتادم در حلقه حزب توده و در 13 سالگی زمان نخست وزیری رزمارا عضو رسمی سازمان جوانان حزب توده. من مثل پدرم با صداقت اما دریغا صادقان در انزوا بودند. خاموش کار خودشون رو میکردن و متظاهران فرصت طلبان برای کسب شهرت و نام حزب توده میکردن تا در حزب جا و
مرتبه‌ای پیدا. کودتایی شد، کودتای ننگین 28 مرداد. رابطه قطع شد. رحمان کریمی، جوان پرشوری که صادقانه برای آرمان‌های مردمی مبارزه می‌کرد، با خیانت سران حزب توده و پس از کودتای 28 مرداد و گذران آن شرایط سخت و سنگین که برخی رهبران این حزب را به خیانت و یا یأس و ناامیدی کشاند، زندگی خود را با معلمی و آموزش فرزندان این میهن ادامه داد. سالی که من لیسانسمو گرفتم، پدرم گفت هر بهانه‌ای بود من حاضر نبودم رسول پرویزی رو ببینم. قوم نزدیک بودن، فرشته میدونه، قوم خیلی نزدیک، ولی به خاطر تو که پروندات سنگینه همرات میام تهران بریم رسول پرویزی رو ببینیم. حالا رسول پرویزی چه کار است؟ یکی از معاونین عمده اسدالله علم نخست وزیره، یعنی معاون نخست وزیره. پرویزی جلو پدرم به من گفت روزنامه سحر رو میشناسی؟ اول جاده شمران قدیم؟ گفتم بله. گفت بیا سردبیر این بشو، یه سر صورتی بده، شاعرها و نویسندهای جوان رو جمع کن، مطالب بنداز. من به دکتر خندقی میگم تو رو در تهران نگه داره و یه کلاس 12 در هفته 6 ساعت بهت بده و تمام حقوق پات حساب کنن تا به کار روزنامه برسی. خب اگه من قبول می کردم مستقیم می رفتم تو بند اسدالله علم، مستقیم بدونه که سواکی در بین باشد فلانی، می رفتم تو بند اسدالله علم و آیندم به طور موقت می شهد زد. نگاهش کردم، گفتم ببخشید آقای پرویزی، من تا اونجا که خودم میشناسم به درد زیر سقف کلاس میخورم و یه تکه گشت تو دستم و یه تابلو سیاه. خب رند بود، رند بود. والرژه بوشهری اشاره کرد به بابا، گفت تو هم مثل باباتی، تو هم مثل باباتی. هیچی، ما رو فرستادن بندر لنگ، یعنی حتی تو بندر عباس نگه نداشت. بندر عباسی که اون موقع خوبه شهرهای بزرگ ایران لیسانسیه کم داشتن، اکثرا دیپلومه ها تعدادشون تو دبیرستان ها فرصدن بنده دلید. عرضم به حضورتون بیست هشت مرداد یک فاجعه عظیمی بود ولی غربالی هم بود، غربال آزمون ها، غربال اصالت ها و غیر اصالت ها. حزب توده ننگین ترین موضع رو تا
30 تیر 1331 در قبال مصدق داشت. کثیف‌ترین و خائنانه‌ترین و زشت‌ترین موضع. چون سران حزب توده تفکر از خودشون نداشتن. رحمان کریمی در کنار فشارها از جانب دستگاه حکومتی پس از کودتای 28 مرداد با پیشنهاداتی برای شغل و حقوق بهتر نیز مواجه می شد. اما با ایستادگی بر شرافت انسانی خود، حاضر به همکاری با خائنین توده‌ای که جذب سیستم شاه شده بودند نشد. تا اینکه با پیکار پیشگامان نبرد مسلحانه علیه دیکتاتوری سلطنتی و قیام و خروش مردم ایران، نظام شاه در انقلاب بهمن سرنگون گردید و با خیانت خمینی و شکل‌گیری سلطنت ولایت فقیه، این نویسنده و شاعر آزادی‌خواه بیش از پیش در معرض فشار و تنگنا قرار گرفت. سه اعلامیه تو شهر علیه من پخش کرده. رحمان کریمی، این مارکسیست آمریکایی، این رابطه ستاد کفار با منافقین. یک عنوان های لغت در آنچه او زمان من جز هیچ کس نبود، ولی یک سخنرانی به نفع تو حیات دبیرستان برای دانشان، برای سازمان مجاهدین در دفاع و فدایان خلق کرد. کارایی هرش عدستم برمیمد بیچارد. یکی از سخت‌ترین مراحل زندگی رحمان کریمی و در این حال یکی از پربارترین مقاطع پیکار سیاسی و مبارزاتی او، سالهای زندگی در تبعید با تمامی فشارها و سختی‌هایش بود. اما او همچنان بر اصول و ارزش‌های انسانی مبارزه برای مردم تأکید کرد و با شور و عشق و آگاهی‌های ناشی از سالها تجربه سیاسی به حمایت از فرزندان مجاهد و پاکباز خلق برخاست و مقالات و اشعار متعددی در افشای رژیم ضد بشری و ایادی و عواملش به رشته تحریر درآورد که مجموعه ارزشمند و پربار برای آموزش سیاسی به ویژه فراگیری و آگاهی نسل جوان است. قسمتی از مقاله مثلث خیانت، 14 اسفند 1399. دوستان و یاران مقاومت، من در پایانه عمر خود به صراحت از مقاومت ایران و رهبران قهرمان آن مسعود و مریم دفاع می کنم با وجدانی بیدار و آگاه. خائنان چون به کسب و کار خیانت پرداختند، اولین وظیفه‌شان رد و نفی مقاومت است. آنان که همچون رژیم حاکم با یک مقاومت سراسری مستحکم و آشتی ناپذیر رویاروی هستند، ناچارند سراپای مقاومت را معیوب و آکنده از اشتباهات و خیانتها کنند تا بلکه دیگران دوری گزینند. در برابر استبداد مهیب و بیرحم، اگر مقاومت نباشد، انگار که ملتی با غیرت نیست و اگر هست مردگانی بیش نیستند. هستند یا نیستند، مسئولیت تاریخی است که به گردن رهبران سیاسی می باشد. به یاد دارم که بعد از کودتای ننگین 28 مرداد 1332 چه ولوله و هیجان سخت عصبی و خشمگینانه بدنه حزب توده و سازمان جوانان که خود عضو آن بودم و سازمان نظامی آن را فرا گرفت و در هم پیچید که چرا حزب توده با آن همه ادعا که کودتا را با کودتا پاسخ می دهیم در روز موعود با بیعملی فلج شد. این پرسش مقدر تا به کادرها و هواداران و مردم هم رسید.
می گفتند حزب توده گیرم با تلفات سنگین و نتیجه نهایی شکست می بایست بیرون می آمد و با کودتاگران مقابله می کرد. اگر شکست بود، اما شرف و آبروی حزب از بیعملی از بین نمی رفت. لابد مسعود قهرمان مرتکب گناه کبیره شد که جلوی خمینی ایستاد. خائنان و معاندان به مسعود و یاران بلافصل او میگویند چرا بدون موازنه قوا جلوی خمینی ایستادی با تلفات سنگین؟ آنان منهای خیانت و دشمنی درک تاریخی ندارند. آنان بینششان تا نوک بینی است و تاریخ و آینده نگر نیستند. کسانی که به راحتی شرف و اعتبار خود را می فروشند هرگز به شرف و اعتبار یک جنبش اهمیت نمی دهند. هر جنبش آزادی خواه جلوه و تجلی اعتراضی ملت خود است. وقتی تسلیم شد به معنی تسلیم شدن خلق است. رحمان کریمی در اغلب تظاهرات و گرد همایی ها و اعتصاب غذاهایی که در حمایت مقاومت و به ویژه برای حمایت و حفاظت از اشرفی ها در برابر یورش های مزدوران ولایت فقیه و جنایتکاران تحت امر قاسم سلیمانی برگزار می شد با تمام توان شرکت می کرد، فریاد می کشید و شعرخوانی و سخنرانی می کرد. این شاعر و نویسنده آزاده در جریان کودتای ارتجای استعماری 17 ژوئن 2003 و حمله نیروهای دولت وقت فرانسه به مقرها و مراکز مقاومت سر از پا نشناخته به تظاهرات حامیان مقاومت در پاریس و اعتصاب قضا کنندگان در مقابل دفتر شورای ملی مقاومت ایران در اوورسرواس پیوست و ضمن شرکت در تظاهرات و اعتصاب قضا با سروده هایش علیه این بند و بست ننگین به اعتراض برخاست. در میدان تروکادرو ایستاده ایم تا صدای ما را میان بی صدایان عالم تقسیم کنید، تا کلمات زندانی ما را برای آزادگان خاموش تفسیر کنید. در میدان تروکادرو ایستاده ایم و تنهاییم، تنها تر از پیکره به هزاران زخم آلوده حقوق بشر. کجاست شان پرسارت و سیمون دوبوار تا غمنامه ما را که غمنامه ملتیست برای جهانیان باز خواند؟ من بیگانه آلبر کامو نیستم ای شاعران کافه های دنج پاریس. آن سوی رود سن در میدان تروکادرو ایستادم با نمایندگان تبعیدی میهنم ایران. ما آشنای همیشه تاریخیم از صف بلند آزادگان و محرومان. خانم ها و آقایان توریست، شاید بعد از طبق اطوال و برج ایفل ما هم به لحظه‌ای تماشایی باشیم و بعد از ما تماشا کنید
این پرزیدنت های جهان را نگاه کنید، به الیزه، یونسکو و فردا. مادام کوکو شانل امروز در کاخ الیزه بهترین عطر جهان نفت است، نفت. و تو ای همراه همدرد من، هموطن، دست بر دل تنگم مگذار، دست بر دل خونینت نمی گذارم. بیا دست بر دل مادرمان ایران بگذاریم که دیر سالی است منتظر است. رحمان کریمی دفاع سرسختانه از رهبری مقاومت و حقانیت مبارزه مجاهدین برای آزادی میهن را تعهد هر روشنفکر انقلابی می‌دانست و تا آخرین دم حیات به عهد خود با مردم و مقاومت ایران وفا کرد. در مرداد 1400 در اجلاس شورای ملی مقاومت ایران، این شاعر و نویسنده آزاده به همراه همسرش خانم فرشته کریمی در شمار ناظران اجلاس شرکت داشتند و او درباره جنبش مقاومت و عشق و دلبستگیش به مجاهدین و شورا و برگزاری گردهمایی بزرگ سالانه مقاومت با صمیمیت و فروتنی سخنانی ایراد کرد. گرم حضور دو بزرگ سرداران قهرمان ملی میهن در بند ما ایران، مسعود و مریم، مایه افتخار ما هستند و ما پروایی نداریم که این را با صدای بلند آنچه میگویم از جانب فرشته جان هم هست که سال هاست دلبستگیش به این مقاومت و رهبران آن دیدم و مشوق من هم بوده. و درود بی پایان به اعضای محترم و گرامی شورای ملی مقاومت که اصالت و وفاداری خودشون رو طی سالها به اثبات است. مخلص در جریان بودم، بر حسب تعارف نمیگیم بلکه یک واقعیت تاریخی است. همینقدر که خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارشش رو با این تیتر همراه کرد: نمایش قدرت جهانی مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت. از این رساتر فکر میکنم نباشه. همین تیت همه چیز درش. خب این دستاورد، این وحدت نظر و عمل مهمه. وحدت نظر و عمل موجب اون هست. عشق و اعتقاد به رهبری ها مطرح است. من در همین محدوده کل
به سهم خودم ناظر بودم، همچنان که ناظر افتخار نظارت بر شورا ناظر بودن دارد با فرشته، که هواداران تحت مشارکت مشترک و مدیریت مجاهدین خلق چقدر انرژی برای چنین برنامه فراگیر جهانی گذاشتند. قهرمان ملی بزرگوار ما خانم مریم رجبی، فکر نکنید مخلص وقتی میگویم سربازی در ته صف این مقاومتم بر مبنای تعارف یا فروتنی کاظم است. هاشا هاشا، هرگز، حقیقت هست. من به رحمان کریمی از مظاهر شورش و شرف شعر و ادب ایران و مدافع خستگی ناپذیر مجاهدین و جنبش مقاومت درود. پیام تسلیت خانم مریم رجبی. رحمان کریمی نویسنده و شاعر والا که سالها در دفاع از حقانیت مجاهدین و مقاومت ایران در برابر ولایت فقیه و سرانگشتان و مستخدمانش سینه سپر کرده بود از میان ما رفت، اما هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. کلمات نافذ او، شعرهای پر احساسش و عصیان احساسات و افکار بلند او همچنان در نبرد با تیرگی ها و پلیدی های سیاسی و فرهنگی برخواست از ارتجاع حاکم و ساخته ها و بافته های اطلاعات آخوندی و هرزگان خارج کشوری آن است. رستگار شد و از این جهان پر کشید، اما جان شعله ورش همچنان در ستایش از آزادی و آزادگی و مجاهدت و مقاومت بیقرار است. از زبان یک مجاهد خلق می سرود که من یک مجاهدم، عبور کرده از خود، رسیده به شما، بر پای شما بوسه می زنم اگر برای آزادی میهنم یک گام رفته باشی. در دوران پایداری اشرف می نوشت: قهرمان شهر اشرف به حق ارزشگاه معنویت سیاسی عرفانی عصر ماست. درباره انقلاب درونی مجاهدین بر این باور بود که این انقلاب انسانی به تمام معنا متعهد به آرمان و سوگند ملی خلق نمود. تولدی دیگر تحقق یافت، تولدی نو که پیکره ارتجاع حاکم را به لرزه درآورده است. و می گفت و می نوشت که زمان بیکار نمی نشیند، برای هر تز آنتیتز وجود دارد. قهرمانی چون مسعود رجوی را در میدان نبرد اهورا با اهریمن آماده مقابله تمام و کمال دارد. او فرمانده و چاوش خان آزادی و آزادی خواهان است. راستی که از مظاهر عصیان و آزادگی و شرف شعر و ادب و نویسندگی ایران بود. قلمش را سلاح آتشینی علیه رژیم
و دنبارچه های آن کرده بود و تجربه چند دهه فعالیت سیاسی و آنچه را به مدت طولانی از سرد و گرم روزگار چشیده بود توشه دفاع از مقاومت کرد. فقدان این مبارز نستوه و خستگی ناپذیر را به بستگان و نزدیکان او، به ویژه همسر گرامیش خانم فرشته کریمی، یارانش در شورای ملی مقاومت ایران و به مجاهدان اشرفی و جامعه شاعران و نویسندگان متعهد و مبارز و عموم مردم ایران تسلیت می‌گویم.